روی موج رادیوی ادوینتیستی در آسیو. با عرض سلام به شما شنوندگان عزیز. برای سعادتمندی و خوشنودی شما آغازگر برنامه امروزمان می شویم. برنامه های ما شامل سه بخش می باشند. بخش اول سلامتی که در آن ما به شما طرز حیات سالم، جلوگیری از امراض و غذاهای سالم را پیشنهاد می نماییم. بخش دوم اخلاق نیکو. چنان که افلاطون گفته است، تمام طلاهای روی زمین و زیر زمین به قدرت یک فضیلت اخلاقی ارزش ندارد. بخش سوم نوری معرفت. رازهای نهانی نبوت‌ها در کتاب مقدس. پس با ما باشید. صدایی امید با نوایی. دلیل ها از عالم نباتات. خداوند در طبیعت برای سلامتی ما همه چیزها را مهیا ساخته است. عالم ناتکرار و رنگارنگ نباتات با خواص های مفیدش برای شما و خانواده ایتان. اگر شما خواهان این باشید که بدنتان فعالیت خوب داشته باشد، پس آن را با غذای سالم تامین نمایید. کچالو بهترین غذا برای معده. اکنون ادامه آن را با هم میشنویم. مقدار ماده های تسکین دهنده. تحقیقات های گوناگون در لابراتوارها در برزیل و دانشگاه جرمنی گزارانده شده نشان داد که کچالو مقدار کمی تسکین دهنده دارد که در داروسازی و سی استفاده می شوند. کچالو دیاسپیم ندارد که در ترکیب دارو تباوت مشهوری چون ویلیوم موجود است. این ماده دعای تسکین دهنده طبی و معده تاثیر رسانده آن را ضعیف می کند. عامل های نامبر شده کچالو در حالت های ترشی از معیار زیادی معده، التهاب معده، زخم معده و دیگر مشکلات های مربوط به معده و هاضمه مخصوصا مفید می گرداند. باید احتیاط کرد که خاصیت شفاهی کچالو با نادرست آماده کردن
میلی که در روغن بریان می کنیم یا با غذای آمیخته نمودن که به معده تأثیر منفی دارد تا به حد منفی می رساند. بیماری های دل و رگ. از بس که کچالو مقدار کمی روغن ها و سومین دارد، در حالت های تصلب شراین، ضعیف بودن دل، سکته قلب یا هیپرتانیا مدعی تب است، این واقعیت که کچالو از سدیم اینقدر غنی است به پایین آوردن فشار شریان مساعدت می کند. بیماری های گرده. کچالو با خونسا کردن اسیدهای زهردار مساعدت می نماید. همین طور کچالو کاری گرده را سبوک و خون را تازه می کند. پرهیزی از کچالو در حالتهای اتسیدازه، مبادله ماده ها بر زیاده اسید کاربامید، درد مفاصل و سنگ گرده مفید است. دیابت. کچالو کربوهیدرات های مرکب دارد که آهسته آهسته در مدت 3 یا 4 ساعت هضم کنی در روده به گلوکوز تبدیل می‌یابد. بنابراین، آنها افتش‌های ناگهانی سطح گلوکوز را در خون به وجود نمی‌آورد. چنانکه هنگام استفاده کربوهیدرات‌های ساده یا قندها به عمل می‌آید، از این جهت کچالو را مبتلایان مریضی قند خیلی خوب قبول می‌کند. چاقی. کچالو خود به خود باعث چاقی نمی‌گردد، برعکس برای پیشگیری چاقی استفاده می‌شود. حداقل با 2 سبب. کچالو احساس سیری می‌دهد. مثال 350 گرام کچالو آنقدر کلوریه دارد که همانقدر گمبورگری نه چندان بزرگ دارد ولی بهتر سیر می کند. کچالو به طور فراوان ویتامین های گروه بی را دارد که برای هضم کنی کربوهیدرات های او اینچنین معدن ها مساعدت می کند. توقف مایه ها را در بافته های ارگانیسم پیشگیری می نماید که در نوبت خود می تواند به چاق شوی مساعدت کند. پوست کچالو، منبع ویتامین ها و تسکین ها. کچالو را پیش از پختن پوست کردن آن لازم است، زیرا ماده های زهردار که می تواند در پوست باشند امکانیت دارند به خود کچالو هنگام پختن داخل شوند. اگر شما از مزه ذوق بخش کچالو در پوستش پخته شده لذت بردن بخواهید، پس کچالوی طبیعی پرورش یافته را استفاده نمایید. آماده کردن و طرز استفاده. جوشانده شده. این طرز عالی پختن کچالو است، زیرا امکانیت می دهند که قسم زیادی ماده های غذادهی آن حفظ کرده شوند. اگر کچالو به طور طبیعی پرورش نیافته باشد، پوست کردن آن لازم است. بریان شده. کچالو را با پیاز یا مرچ پختن ممکن است. افشوره کچالوی خام برای پایین کردن تیزاب معده استفاده می شود. دکتر شنیدر داروی مشهوری نیمسی، یعنی افشوره کچالوی خام را که از ماده های اشقاردار غنی می باشد توصیه می دهند. چند قاشق بزرگ افشوره پیش از غذا کفایه است که تیزاب معده را پایین کند. پوست کچالو را پیش از گرفتن افشوره تازه کنید. کچالوی بریان شده. هنگام بریان کردن کچالو در نتیجه جوشاندن آبش را گم می کند و روغنها را به خود می کشد. 15 تا 20% وزن کچالوی بریان را روغن تشکیل می دهد.
کچالوی بریان شده از 5 تا 600 کیلوکالری بر 100 گرم، کچالوی خام همگی 79 کیلوکالری بر 100 گرم. اینچنین برای به خود کشیدن مقدار زیادی نمک مایل است. همه کچالوی بریان را از نقطه نظر دیتالوگیا خوراک نامطلوب می‌گرداند. کچالوی بریان با مزه است ولی برای سلامتی مفید نیست. ثروت واقعی سلامتی است، نه قطعه‌های طلا و نقره. مهاتما گاندی. شنوندگان عزیز، پس بیایید حیات خود را با سلامتی و خیرات زیور بخشیم. برنامه‌های ما ادامه دارد، پس با ما باشید. من قرار دادم که سلامتی متداوم داشته باشم. تو هم کوشش نما. این برنامه درباره آن است که زکیه هنگام پاک کردن خانه کتابچه خاطراتش را یافته با خواندن آن شروع می کند. او در قسمت اول روزنامه درباره آن می نویسد که مشکل اضافی وزن دارد و تصمیم گرفته است که سلامتی خود را بهتر کند و به سفر فرانسه که آنجا برای ادامه تحصیل می رود آماده شود. خوشبختی وابسته به سلامتی است. ما کلیپ و فیلم های بلقوه را تماشا کرده حسرت قد و اندام موزون، تبسم زیبا، پوست نرم، موهای درخشنده هنرپیشه ها را می خوریم. اما باری هم فکر نکرده ایم که این اشخاص چگونه طرز زندگیشان را پیش می برد. چی نتیجه می گیرد با آنهایی که ما در صفحه تلویزیون می بینیم؟ 21/6/2000 روزی چهارشنبه. فیلمی را که دیروز تماشا کردم هنوز هم تصوراتش در ذهنم باقی مانده است. به من متخصص فیلم نه، بلکه قهرمان فیلم مورد پسندم قرار گرفت. از او چشم را بر نمی داشتم. زنی بی نهایت زیبا، چشمانی درخشان با رنگ موهایش بازی می کرد. اندامی متناسب، او بسیار بانوان به نظر می رسید. امروز تصورات خود را در مورد فیلم به دوستم بهادر قصه کردم و ما در مورد آن که اکثریت اشخاص مشهور طرز زندگی معین شده را پیش گرفتند صحبت کردیم. آنچی را که ما در صفحه تلویزیون می‌بینیم نتیجه طرز زندگی انتخاب شده ای آنهاست. بسیاری ها برای خود یک هنرمند را نمونه انتخاب کرده از او تقلید می‌کند. اما فکر نمی کند که برای چنین تصویر زیبا سعی و تلاش زیاد در کار است. اشخاصی که چنین اندام زیبا دارد به زیبایی و سلامتی خود اهمیت می دهند. آنهایی که این کار را نمی کنند به زودی شهرت خود را از دست داده ترک حیات می کنند. عادت‌های سالم برای من یک بحث جدید است. مثال، در فرانسه به اکثریت مردم طرز زندگی سالم و درست از کودکیشان تعلیم داده می شود. این بهترین میراث است. چه
چنین میانه روی در زندگی به انسانها کمک میکند تا سلامتی و زیبایی را، جوانی و نیرویشان را طولانی نگه بدارند. سلامتی از همه چیز مهمتر به شمار میرود. آن رمز موفقیت است. چنین طرز زندگی در خودمان هم در حال مشهور شدن است. میتوان گفت که عادتهای مفید سلامتی و زندگی هر یک شهروند در حال شتاب است. بسیاری ها را که من میشناسم با ورزش و غذای سالم در حال جلب شدن است. آنها میخواهند سلامتیشان را خوبتر سازند. ولی من نقشه های بزرگتری دارم. اعتماد کامل دارم که می توانم کارهای زیادی را به سر رسانم. تا در هر کنج دیارم مردم را در مورد آن که چطور می توان عمر دراز و خوشبختی حقیقی را به دست آورد با خبر شوند. باری در جای خوانده بودم که در کشورهای اروپا و هم آمریکا کارخانه ها و شرکت های ساخته می شود که اشخاص را به خاطر کارهایی که به سلامتیشان مفید است جلب می کند. من در حیرت ماندم وقتی فهمیدم که رهبر یک شرکت و کارمندانش برای کم کردن وزنشان معاش می دهد. هر شخصی که تنباکو را ترک کند $500 می دادند. همین معاش به اشخاصی نیز داده می شد که منظم به ورزش مصروفند. هوسمند نمایی عالی همین طور نیست؟ می دانی چرا آنها چنین سیاست را در پیش گرفتند؟ برای آنکه کارمندان سالم بسیار کارها را به انجام می رساند و سبب خرچهای غیر نقشوی کارخانه می گردد. و شرکت ها نیز در مقابل کارشان معاش می دهد تا برای خود و خانواده خود یک زندگی سالم بسازد. این را خواستم با تو در میان بگذارم. بعضن برای تازه کردن جلدم پیش آرایشگر یا دکتر می روم. این نوع معالجه قیمتش بالاست. با وجود این یگان وقت نتیجه را که می خواستم نگرفتم. ولی من هیچ وقت فکر نکردم همین مقدار پول را برای غذای سالم و یا این که برای خرید بایسکل صرف کنم سوزناکتر است. عموماً صرف آن چیزی که برای طرز زندگی جدیدم به کار می رود بهترش همین است که به فکر جوانی و سلامتیم باشم تا این که بعداً پیش دکتر بروم و افسوس بخورم که معالجه گران است. برای همین دفتر خاطراتم پی بردم که موفقیت نصیب آنهایی می گردد که خودشان را اهمیت می دهند. اکثریت برای این بیشتر و بیشتر کوشش می کنند. من از جمله چنین اشخاص هستم. تو هم شاید عباره سلامتی باشد همه‌اش می شود را شنیده باشی. من بسیار خوشحالم که این را در دوران دانشجویی‌ام فهمیدم و سری وقت به خود اهمیت دادن محض همین باعث خوشبختی و موفقیت من شد. خوشحال می شوم اگر پارچه های سرگذشتم به سالم بودن و خوشبختی تو کمک کنند. گرامی‌ترین ارزش خانوادگی اخلاق نیکوست و همانا با ارزشمندترین بی‌نیازی عقل است. افغانستان در موج رادیوی ادونتیستی آسیا. اینجا ما می توانیم برای خود از کلام خداوند حقیقت ها را دریابیم. با تعیین کردن حوادث آینده و افتتاح راه نجات در صفحه های کلام مقدس حق تعالی ما را تنها نگذاشته است. ما شما را به آموزش این گنج بی‌بها دعوت می نماییم. اکنون با هم میشنویم که خداوند چیزی را به آدمان آشکار و تعیین کرده است. موسیقی
وحی امید بخش در حالتهایی که وضع روانی ما خوب نباشد، خداوند حاضر است ما را رهایی بخشد و به ما شناخت دوباره دهد. خدا به زحمات و مهربانیش در زندگی ما معنی نو بخشیده، دلهای ما را تسلی می بخشد. او برای ما آینده نو مهیا کرده است. ما در جهانی سکونت داریم که سطح جنایت ها در حال افزایش است، چنانی که در زمان نوح بود. در کتاب هستی در این باره چنین آمده است. هستی باب 6 آیه 11 و 12 و زمین پیش خدا فاسد شده و زمین از ستم پر شده و خدا زمین را دید که اینک آن فاسد شده است، زیرا که هر بشر راه خدا را بر زمین فاسد کرده است. در زمان نوح خداوند زمین را با آبی طوفان نابود کرد، چون که آن از فساد پر شده بود. آیا امروز زمین از فساد پر است؟ آیا این در حقیقت مشکل گلوبالی می باشد؟ آیا سروران کشورهای جهان از فساد در ترس و هراس هستند؟ بله، چنین است. حسابات سازمان بین المللی تندرستی از سال 2014 چنین آمده است. کشتار در یک سال 475,000. هر یک چهارم کودک در جهان زیر ظلم و شکنجه می میرد. هر یک سیوم زن قربانی هوس‌های مرد می شود. هر یک هفدهم پیرانسال به زوراوری روبرو می گردد. کلام مقدس در زمانهای آخر از نااستواری اقتصادی خبر می دهد. در نامه یعقوب باب 5 آیه 1 و 3 چنین نوشته شده است. گوش کنید شما ای ثروتمندان. درباره بلاهایی که بر سر شما می آید گریه و ناله کنید. ثروت شما پوسیده است و لباس شما را کویه زده است. طلا و نقره های شما را زنگ زده است و زنگ آنها اثبات به مقابل شما گردیده مثل آتش جسم شما را خواهد خورد. شما برای ایام آخرین خود رنج جمع کرده اید. وحی باب 18 آیه 17 زیرا که در یک ساعت چنین ثروت نابود شد. جنگ ها میلیون ها نفر را مجبور می کند خانه های خود را به جا مانده و کمپ های فراریان مسکنگزین می شود. فاند های بازرگانی فساد می شود. زلزله، سونامی، بوران، طوفان، سیلاب ها سختار خانه و مؤسسه ها را ویران کرده. در عاقبت میلیون ها انسان را نادار می کند. عیسی می گوید نشانه ها در حال عملی شدن است. یک مسیحان کاذب و انبیای کاذب. دو جنگ و آوازه جنگ ها. سه مراجعت صلح خواهانه لیکن صلح نیست. چار گرسنگی. پنج وباها. شش زلزله ها. هفت وحشانیت. هشت ویران شوی خانواده ها. نه زمین از فساد پر می شود. ده نااستواری اقتصادی. همه این نشانه ها عملی گردید. لیکن باز یک نشانه دیگری هست که شک و شبهه را از آن دور می سازد. که ما در زمان آخر تاریخ بشری زندگی می کنیم. موعظه انجیل در سرتاسر دنیا این نشانه آخرانی به زودی برگشتن مسیح می باشد. و آن در باب 24 انجیل متا نوشته شده است. متا باب 24 آیه 14 و انجیل ملکوتی در تمام عالم موعظه خواهد شد. تا که برای همه خلق شهادت دهد و آنگاه دنیا به آخر خواهد رسید. وحی باب 14 آیه 6 و فرشته دیگر را دیدم که در میان آسمان پرواز می کند و انجیل ابدی است تا که به ساکنان زمین و به هر قبیله و سب و زبان و قوم بشارت دهد. موعظه شدن انجیل در پهنای عالم این نشانه آخر زمان می باشد. این نبوت امروز به سرعت عملی می گردد. انجیل تمام مانه ها را توسط رادیو، تلویزیون و شبکه های اینترنتی عبور می دهد. کدامی از شمایان تلفن همراه ندارید؟ توسط پیام ها ما آیت های کلام را در تلویزیون های خود نشان می دهیم.
خداوند به هر وسیله با انسانها رابطه برقرار می کند. قبیله دوردست در جنوب شرق آسیا صاحب رادیو ترانزیستوری گشتند. آنها برنامه های رادیوی ادوینتستان را در موجهای کوتاه گوش کرده از بشارت الهی آگاه شدند. بعد از چند مدت تمام قبیله به خدا ایمان آوردند و پیروی مسیح گشتند. برنامه های تلویزیونی مسیحی را تماشا کردند و این باعث دیگرگونی زندگیشان شد. ایشان به عیسی ایمان آوردند. در محکمه های سیبیر یک جنایتکار بشارت مسیح را از طریق محواره تماشا کرده، از کارهای کردهش پشیمان شده، توبه به جا آورد و زندگی کلن دیگرگون گشت. او پیروی مسیح گردید. در منطقه سیر اهالی اروپا یک جوانی از زندگی دلسرد گشته دعوتنامه ای را یافت که در آن مردم برای شنیدن نبوت ها دعوت شده بودند. او به جای نوشته شده حاضر شد. بعد اشتراک در آن برنامه ها باز دوباره امید نو به زندگی خیش پیدا نمود. از دهه های دوردست بیابان تا خانه های محتشم ثروتمندان، از محکمه ها تا شهرهای سیر اهالی، انجیل وسیله های گوناگون موعظه می گردید. خدا در جهان معجزه می آفرد. میلیون ها انسان روندی با سرعت وقت را پیخست می نماییم که قبلا به آن اهمیت نمی دادند. میلیون ها نفر از نااستواری این زمانه خسته شده در جستجوی موعظه امن می باشد. بسیاری ها بهر پهن گشتن انجیل در پهنای عالم تمام دارای خیش را فدا کردند. خداوند در راه است. در سرتاسر عالم خدا کارهای مخصوص خود را اجرا می کند. او تمام نوشته های کلام مقدس را عملی می گرداند. ما در آستانه ملکوتی خداوند قرار داریم. نشانه هایی که درباره اش خداوند اشاره کرده بود در حال اجرا شدن است. لحظه ای تا بازگشت مسیح مانده است. امروز خدا به مردان و زنان مراجعت می نماید. او ما را دعوت می نماید تا اینکه ما برای بازگشت وی آماده باشیم. شنونده های عزیز، کدامی از شمایان می خواهید بگویید خداوند من می خواهم برای بازگشت تو آماده باشم؟ آیا در زندگی شما هست چیزهایی که سد راه شما گشته نمی گذارد تا که شما برای بازگشت مسیح آمادگی گیرید؟ اگر خواهش داشته باشید همین حالا این مشکلات ها را پیش قدوم عیسی گذارید تا اینکه او آنها را برطرف سازد. پس بیایید دست دعا بلند کنید. شنوندگان عزیز، در لحظات آخری برنامه قرار داریم. برای شما از بارگاه منان، صحتمندی و تندرستی، اخلاق نیکو، نور و معرفت الهی خواهانیم. تا برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم.